شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو آقای دکتر، سلام. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من میخواستم به صورت مشخص راجع به این صحبت کنم که آیا من منحرف جنسی هستم یا اعتیاد به مسائل جنسی دارم یا ندارم، چجوری هم. خب فقط با توجه به اینکه روی خط رادیو هستید بگونه که فکر باید مناسبه بفرمایید. بذار اول من از شما چند تا سوال کنم. اول شما چند سالتونه؟ من 30 سالم هستش. از کجا تلفن میکنید؟ من از ایران. چی خوندید؟ چه میکنید؟ من مهندسی شیمی خوندم ولی در حال حاضر آتش نشان هستم. اوکی. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری، چندمی هستی؟ من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که 6 سال از خودم بزرگتره. و تنها زندگی میکنی یا با خانواده؟ من ازدواج کردم و با همسرم زندگی میکنم. چند سال ازدواج کردی؟ 6 ماه هستش. همسرتون چند سالشونه؟ شون هم 30 سالشون هست. و ایشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون هم همون مهندسی شیمی خوندن و خانه‌دار هستن. خب حالا بریم سراغ ویژگی روانی شما و یا کشش و تمایلات جنسی شما. موضوع چیه؟ توضیح بدم الان؟ آره عزیز، فقط گفتم یه در حدی باشه که فکر کنین مناسبه گفتگوی رادیویی است. بفرمایید. چشم. آقای دکتر، من از چون پدر و مادرم هر دو شاغل بودن، کار میکردن، من از سنین خیلی کوچیکی، یعنی مثلا 4-5 سالگی، مثلا مهد کودک که میرفتم اونجا در حد مثلا لمس و تاچ و اینا بود با مثلا اون دوستی که داشتم. بعد نه نه سب کنید، یک طرفه بود یا نه سب کنید یک طرفه بود یا دو طرفه بود؟ نه دو طرفه بود، یه دوستی داشتم دختر بود. یعنی من از کودکیم این چیزها رو همش یادم. یه دوست کوچیکی داشتم دختر بود، لمس میکردیم همون اینجوری بود. اوکی. بعد بزرگتر که شدم اومدم تو مدرسه دبستان، اون موقع دیگه با دوستای پسرم اینجوری میشد و این دیگه هم تو ادامه داشت. یعنی نه خب نه سب کنید نه آخه ببینید، توی مدارس ایران با توجه به محیط و شرایط که معمولا جز در موارد استثنایی اتفاقی نمیافته، باز هنوز همون تچ و لمس پنهانی بود. بله مثلا تا نه و خب با یه نفر بود، با چند نفر بود، چی بود؟ با چند مثلا با یکی از دوستام اوکی میشدیم، بعد این کارا رو میکردیم، بعد مثلا بیشتر میشد میومدیم تو خونمون، مثلا به بهانه درس خوندن این چیزا بود. خب چقدر به هم غیر از بیش از لمس کردن و اینا پیش میرفتی؟ تو دوران راهنمایی دیگه بیشتر میشد و تو دوران دبیرستان دوباره هم ادامه داشت. بیشتر میشد تعداد آدم هاست یا نوعش رو میگی؟ هم تو آدم های مختلف بودن، یعنی هم کلاسی های مختلف، یه مثلا یه مدت با این بودیم یه مدت دوباره یکی دیگه، بعد دیگه بیشتر میشد، مثلا هر چیز سن نمیرفت بالا دیگه بیشتر میشد. بعد دیگه دوران راهنمایی دبیرستان دیگه فیلم های پورنوگرافی رو نگاه میکردم و تا دوران دبیرستان با پسرها بود. بعد دیگه نه خب سب کنید نه سب کنید نه 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 سب کنید سب کنید این دوره دبیرستان که میگید که حالا 16-17 مثلا 18 سالگیتون هستید، فقط در حد همون لمس بود یا یه نوع ارتباطی بیش از اون بود؟ نه دیگه بیشتر شده بود. میگم بعد از دوران راهنمایی این دیگه بیشتر شده، دوران دبیرستان دیگه بیشتر شده بود، دیگه مثل سکس بود دیگه. ولی من اون موقع که این کار رو میکردیم فقط، یعنی تو ذهنم این بود که این دختره،
یعنی دوست نداشتم با پسرها این کار رو بکنیم، ولی خب چون فقط امکانش با پسرها بود این کار رو با پسرها میکرد. خب برای این کار با شما سب کنی، شما این کار رو با پسرها میکرد، پسران با شما این کار رو میکردن؟ نمیذاشتم یا خوشم نمیاد اونا با من کار کنم، ولی خب گاهی اوقات اتفاق میافت. اوکی، خب از دبیرستان هم تموم شد بعد؟ آره، بعد دیگه دوران یعنی بعد از 18 سالگی دیگه کلن با پسرها قطع شد، رفتم دانشگاه دیگه شد همش با دخترها و دخترهای مختلف و یعنی اون موقع یه تایمی بین مثلا 17, 18, 19, 20 دیگه وارد ارتباط می شدم و فکر می کردم مثلا عاشق شدم، فکر می کردم که مثلا احساسات و اینا هست، به خاطر احساسات فکر می کردم وارد رابطه شدم. و بعد از مثلا یه مدت دیدم که نه، من بیشتر سکسه واسم مهمه و یه تایمی مثلا با دختره مختلف بودم، ولی خب نمیتونستم، یعنی بلد نبودم ارتباط با دخترها رو اینا و بیشتر رابطه احساسی برقرار میکردم و اینا. بعد مثلا سن 21-22 سالگی با یه خانم آشنا شدم که 9 سال از خودم بزرگتر بود و تونستیم و اونجا بود که دیگه یه رابطه درست شد که بعد رابطه بر اساس سکس بود و خیلی سکس زیاد بود توش و دیدم چقدر رابطه من این رابطه رو میخوام. بعد در خلال رابطه با ایشون دوباره من یه رابطه های با دیگران داشتم و دوباره همینطور ادامه پیدا میکرد. بعد با اون خانم حدودا 4 سال بودم و رابطه های دیگه هم داشتم. بعد حالا صبر کنید، این 4-5 سالی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، آیا از نظر تعداد در هفته اگر در شرایط به طور متوسط چند بار این رابطه بود؟ چند نفرش مهم نیست، چند بار این رابطه بود؟ 2 بار، 5 بار، 20 بار، چقدر؟ آیا تو من میتونستم که مثلا خیلی تو تعداد زیادی داشته باشم، ولی خب بر اساس شرایط و اینا نمیشد، امکانش نبود. ولی خب من یا در حال خودارضایی بودم یا در حال سکس بودم. خب نه، من بذارید شما صبر کنین، این موضوع عددا مهمه، جوابای شما سوال من نبود. سوال من این بود که 4-5 سال رو شما الان دارید ذکر میکنید که با آدمای مختلف بودی روابط مختلف، بسیار خوب قبول، ولی فرض کنید تو 5 سال که 250 هفته هست یا 260 هفته هست، من میخوام ببینم به طور متوسط در هفته، اونم نه با چند نفر، چند نفرش برای من مهم نیست، چند بار رابطه جنسی داشتی و چند بار خود ارضایی؟ مثلا اگه خود ارضایی بوده که خود ارضایی مثلا من روزی 2-3 بار. اوکی. اگه سکس بوده، اگه شرایط فراهم بوده، هفته ای مثلا هر روز، بعد هر روز روزی چند بار. اوکی. ولی خب اگه شرایطش فراهم نبوده هفته یک بار. اوکی. حالا یه سوال منو کمی سربسته جواب بدید. در روابط جنسیتون کاری، رفتاری، گفتاری غیر عادی و غیر معمول داشتید یا اینکه نه فقط درباره ما داشتن رابطه و تعدادش داریم صحبت میکنیم؟ آیا تو متاسفانه من اون موقع اصلا هیچ حرفی، هیچ کار عجیب غریبی نمی‌کردم، ولی الان متاسفانه دارم حس میکنم دارم به یه جایی میرم که خوب نیست. نه، حالا راجع به الانتون میرسی، من میخوام اون دوره رو مشخص کنم. نه، اون موقع خیلی خیلی عاشقانه شروع میشد و فکر میکردیم خیلی خوب. خب حالا الان چه خبر؟ الان که شما الان 6 ماه ازدواج کردید، موضوع همسرتون چیه؟ بعد دیگه همین جور ادامه داشت با خانم‌های مختلف و ادامه داشت و بعد من به یه جایی رسیدم، یعنی تو سن 27 سالگی اینا که با شما آشنا شدم، متوجه شدم که من اصلا خانوما رو اصلا به چشم یه انسان نگاه نمی کنم. من مثلا فقط
اگر اون خصوصیاتی رو که من دوست دارم داشته باشن، من یه جوری میشه که اصلا مغزم آتیش میگیره وقتی حس اون خصوصیاتی که من میخوام داشته باشن، اصلا فکر میکنم دیوونه این آدم هستم، عاشق این آدم هستم. و خب مثلا دیوانگی و عشق نه، سب کنید، شدت خواستن که نه عشق نه دیوانگیه. حالا بذارید فرض کنید یه آدمی رو با اون مشخصاتی که شما دوست دارید میدیدید، ولی میتونست همسر داشته باشه، دوست پسر داشته باشه، پدر و مادر یا پدر یا برادران داشته باشه که بتونن مسئله بیافرینن. آیا هیچ وقت هم وقتی که یه کسی رو میخواستید ولی میتونست مسئله ساز و مشکل آفرین باشه باز پیش میرفتید یا نه؟ و دوم این ماجرای عشق و عاشقی از کجا پیدا میشد؟ شما یه کسی رو میدیدید که مثلا از نظر ظاهر براتون جذابه، عاشق یعنی چی؟ یکی کسی رو آدم میخواد میگه اسمش عشق نیست، اگر آدم پول زیادی میخواد که عاشق پول نیست. یعنی چی اینقدر هی اصرار داری سر مسئله عشق و اینا؟ چه عشقی؟ چی یعنی چی؟ همین دیگه، اون موقع نمیدونستم که اینجوری، چون از شدت خواستن که با این خانم مثلا باشم فکر میکردم که من عاشق اینم، ولی بعدش که با شما آشنا شدم. حالا اونشو بکنار، حالا به من بگو درد سرایی هم برای خودت تو این ماجرا درست کردی یا نه؟ آیا تو وقتی مثلا طرف اون شخص اون خصوصیاتی که من میخوام داشته باشه اصلا دیگه به هیچ توجه نمیکنم، یه اصلا در زندگی شخصی خیلی آدم محتاطی هستم، ولی تو این موضوع اصلا میشم یه آدمی که از هیچ نمیترسه، اصلا هیچ محدودیتی نداره، اصلا خیلی عجیب غریب. خب حالا سوال بعدی برای بار سوم، آیا هیچ دردسر و مشکلی به وجود آوردی یا نه توی این 10 سال مثلا؟ خدا از 20 سال خدا رو شکر نه، ولی آره باید خدا رو شکر چون خدا مواظبت بوده دیگه، یعنی خدا اینقدر بیکاره حواسش به رابطه جنسی تو. خیلی خب، حالا عمر کرد به من بگو که بریم سراغ قصه همسرت، چرا تصمیم گرفتی با یه همچین ویژگی حالی و این وضعیتی که داری بری سراغ یک نفر و ازدواج کنی؟ بعد تو سن 27-28 سالگی با خانومم آشنا شدم و بعد همه خصوصیاتی که حالا اخلاقی رفتاری بدنی همه چی که من میخواستم و این خانوم داشت، و حس کردم که دوستش دارم و همه الان هم حس میکنم دوستش دارم، حس میکنم رابطه همون خیلی خوبه، همه چی اوکیه حس... یعنی ولی واقعا من با توجه به چیزایی که میدونم من الان نباید از خانومم راضی باشم، ولی واقعیت از خانومم راضی هم. ببینید ما بحث صبر کن، ما نمیتونیم بگیم اگر از یه پشتبونه 5 طبقه افتادی میمیری، من افتادم نمردم. خب اون واقعیته، واقعیت تئوری یا نظریه نیست. شما الان حرفتون به من اینه که من همسرم رو دوست دارم و با ایشون راحت و راضیم و تو این 6 ماهی هم که ازدواج کردید با کسی دیگه نبودید، دنبال کسی دیگه هم نرفتید، درسته؟ نه درست نیست، چون من الان 6 ماه ازدواج کردم، 2 سالم با خانومم در رابطه بودیم تا ازدواج کردیم، ولی خب همیشه رابطه های پنهانی دارم. بعد رابطه های پنهانی اینه که فقط طرف رو در حد این میبینم که باش سکس کنم، بعد تموم برگردم به همسرم، یعنی برم کنم و بکنم بعد بیام با همسرم. بعد همسرتون چقدر چیزا رو میدونه؟ همیشه بر اساس پنهانکاری بوده، ولی خب ایشون خیلی به من اعتماد داره و یکی از ترسام اینه که یه روز بفهم من این کارا رو میکنم. خب اگر بفهمه فکر کنی چی کار میکنن ایشون؟ یک چیز دیگه، قلب دلش میشکنه، ناراحت میشه. خب شما فکر کنید توان این دارید که با کس دیگه ای نباشید؟ آی دکتر آخه میدونی من اینا رو اصلا انسانی هم نیست، آخه من این کارهایی که دارم میکنم آخه درست نیست، یه جورایی سردرگم هم. نه مثلا چجور سردرگم هست؟ شما یه کاری رو میگید بگو هرچی بخوایی. من مثلا
خانومم واسم هم خانومه هم همسره هم اون مادر مهربونیه که من بچه میتونم برم هر کاری بکنم و برگردم بهش، اون باز هست. و من اونای بدونه که نیست. آره با مشکل همینه که اونای بدونه دیگه نمیبخشه منو. و حالا اصلا مثلا بخشیدن اون نیست، مثلا اینه که دلش میشکنه و اون بطی که از من تو ذهنش داره شکسته میشه. و آی دکتر از طرفی هم من خیلی یعنی مثل یه اسب میتونم ورزش کنم، مثل یه چی میتونم سکس کنم و نمیدونم اصلا من نمیدونم چه اینقدر غیر نامتعارفم، یعنی هیچ کدوم از دوستام هیچ کدوم از همکارام هیچ کس رو نمیدونم مثل من باشه، ولی نمیدونم چرا من اینطوری هم. حالا تو گفتی که رفتاری و یا گفتاری غیرعادی نداری، آیا هیچ کدوم از اون زنهایی که باشون بودی با توجه به تجربه و سابقه که داشتن درباره یک جنبه تو در ارتباط با تو چه مثبت چه منفی به چیز خاصی اشاره کردن یا گفتن تو این خوبی یا بدی رو داری؟ خب آقای دکتر من الان تازگی ها دارم حس میکنم که اصلا تو سکرم دارم منحرف میشم، یعنی میرم سراغ یه چیزایی که خوب نیست و به طرف توهین میکنم و از این چیزای بد. خب نه حالا اون یه قصه دیگری. آقای دکتر الان که 6 ماه ازدواج کردیم خانومم خیلی خوبه، من خیلی خوبم، رابطه هم خیلی خوبه، ولی خب موضوعی که هست اینه که من دوست دارم روابط دیگری داشته باشم و هی خودم رو میگیرم، ولی خب به خودم باشه یعنی مثل یه اسبیه که میخواد فرار کنه. حالا اسبی که میخواد فرار بکنه که نمیاد بره تو استبل کسی. شما برای چی ازدواج کردید؟ شما میدونستید ازدواج برمشین هست داشتم. یعنی چی خوب دوست؟ شما تا چند رازه میخواید این خودخواهیتون رو اوج بدید که اصلا شمایید که ملاک خلقتید؟ ازدواج یعنی من با تو ازدواج میکنم، با هیچ کس دیگه نیستم. ای زنم همه مرد رو، اگر مردن همه زنا هست میشن، انسان میشن برای من. نه جنسیتشون مهمه، نه تمایل و کشش دارم، نه تو با اون نگاه قبلی بهشون نگاه میکنم. این مفهوم ازدواج. بلادم برای چی بر ازدواج کنه؟ شما روزی که تصمیم گرفتید یه لباس بپوشی 4 تا لباس دیگه هم روش میپوشی؟ یه کفش پاتون کردی 4 تا کفش دیگه هم پاتون میکنی؟ شما با یه انتخاب بقیه انتخابا رو از دست میدی. و این چیزی نیست که بگید نمیدونستم. این که از ایشون خوشم میاد. خب یک شرط داشتی که با دیگران کار کنه. آقای دکتر در جهان ما یه تئوری داریم که آقا بله ازدواج بکنی اینجوریه، ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. اینجوری هست. اینجوری هست. تو ذهن من. خب شما ملاک خلقت نیستید. اینجوری نیست. شما حکم صادر میکنید. میلیون ها نفر آدم مثلا ازدواج کردن که با هیچ کس دیگه هیچ وقت رابطه نداشتن. میلیاردها نفر. اینجوری نیست یعنی چی؟ برای شما حالا اگه همسرتون رفت با مرد دیگه خوابید چی؟ هیچی دیگه، همه چی خراب میشه. خب پس چی شد؟ یه طرف هست؟ آره متاسفانه یکی هم مشکلات دیگه من اینه که یعنی خودم حس نمی کنم، ولی خب خیلی ها بهم میگن خودخواهی مغرور. معلومه تو اصلا مغرور نه، شما کاملا یه آدمی هست. ببین عزیز، تو یه کاملا یه حالت خودشیفتگی وحشتناک داری، همراه با منیک دیپرشن، همراه با اینکه هورمونای جنسی بیش از حد فعاله. یعنی 3-4 تا چیز دست به دست هم دادی. از یه طرف اگر آدما روزی یه دفعه رابطه میخوان تو 5 دفعه میخوان، اگر آدما براشون رابطه با انسان یه رابطه با انسانه برای تو فقط سکسه، هیچ یعنی مردم برای تو شیء جنسیه، کالای جنسی هم مثل که تو مغازه گذاشتنشون، همطور که به یک اعتبار هست در مراکزی که روسپیا هستند. خب شما یه خونه ای برید که 5 تا 10 تا روسپی توشه، میگن خب کدام رو میخوای؟ شما این نگاه رو نسبت به مردم عادی دارید و بنابراین یه همچین آدمی ابدا آمادگی و یا اصلا معنایی براش ازدواج نداره و اون ازدواج هم تموم میشه میره، شما میره دنبالش کارش، اصلا من پاشیده میشه.
شما چه مشخصه دارید؟ خودشیفتگی، نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر دارید؟ احتمال داره شخصیت هیستریانیک هیجانی نمایشی داشته باشید؟ من رو میبره به مرز اینکه شاید یه زمینه از اسکیز و افکتیو دارید در روابطتون، این یه طرف. از یه طرف زمینه منیک دیپرشن دو قطبیتون رو میشدید، از جانب دیگه حالتهای توانایی های جنسی فیزیکی بالایی دارید، ولی این همراه شده با نوعی خودناپسندی و خودپسندی که برای اثبات برتری و بزرگتری و مهم بودن از رابطه جنسی استفاده میکنه. درست مثل یه آدمی که با پولش یا لباس مارکدارش میخواد به مردم برتری بفروشه. شما هم رابطه جنسی رو به عنوان مثل فتح یک قلعه، مثل فتح یک کشور میدونید که یه آدمی آمده تو رادار شما و شما از او خوشتون میاد، یعنی جز گروهی است که شما از او خوشتون میاد. حالا مثل یه شکارچی دنبال شکار میدوید، یعنی شما تفنگتون رو دستتون گرفتید دارید دنبال شکار میگردید، بعد از اینکه شکار رو زدید کاری باش ندارید، یعنی دنبال فایده اون شکار نیستید. خب این شما رو تا مرز گرفتاری میبرید. حالا تا به حال گرفتار نشدید، یه جا اشتباه کنید میتونید کار دست خودتون بدید، اما در چارچوب ازدواج شما کار دست خودتون دادید. شما نمیدونم، اگه دلتون میخواد میتونید به همسرتون همین حرفایی که به من گفتید رو بزنید، تصمیم رو بذارید به عهده ایشون، میخواد بمونه یا بره. ولی من نمیدونم ایشون میره. خب بنابراین بهتره که آسیب بخورن. بنابراین توصیه دیگر من این است که مبادا بچه دار بشید، یعنی کسی رو بیارید که اینجا هر دوتون گیر بیفتید. دوم، فکرم نمی کنم شما هیچ تراپیستی به این راحتی بتونه شما رو کمک کنه، یعنی این یک کاری میخواد که آدما قرار به اندازه کافی احساس خطر و احتیاج کنن. نمی کنید. ببینید از شما یه تیکه در مغزتون که قراره اوضاع رو ارزیابی کنه، یعنی قسمت ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری با توجه به مسئله خطر و ضرر، شما این قسمت رو ندارید. شما بر اساس اینکه این کار رو از کودکی انجام دادید و برمیگشته فقط به توافق دو طرف و یه مقداری باهوشی و پنهانکاری و بعدم خب ظاهرش عادی بوده دیگه، دوتا بچه دبستانی دارن با هم بازی میکنن یا رفتن تو اتاق درس میکنن، خب حالا با هم هم ور میرفتید، یعنی تونستید اینو پنهان کنید و این شرایط و وضعیت تو رو به اینجا رسونده که این یه موضوع عادی است. تا زمانی هم که عادی رفتار میکنی آدما میخوان با تو باشن، تو هم میخوای با اونا باشی، انحرافی یا آسیبی به هم دیگه نمیزنید، خب تو دنیای امروز میشه خیلی از وقت فهمیدش. اما این با ازدواج سازگاری نداره، برای که ازدواج تصمیم گرفتم برای که میخوام برم این مهمونی لباسو پوشتم دیگه تموم شد، یا این کفشو پام کردم دیگه کفش دوم و لباس دوم نداری، تو اونو نمیتونی قبول کنی. پس بنابراین قرار نیست که لباسی تنت کنی که بعدا خودتو محروم کنی از پوشیدن لباس دیگه. حالا اگر به تو بگم تو به من بگی مشکل چیه، میگم بله شما وارد حریم و حوزه هم اختلال شخصیت داری، یعنی اون چیزی که به عنوان پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم مثلا دو سه تاش در شما هست، دوم زمینه کاملا حالت شیدایی سرخوشی داری، مخصوصا شیدایی سرخوشی منیک، یعنی این مثلا تو فقط منیک هستی، و سوم اینکه از نظر بدنی گفتم ترشح قدرت در آدما در یک کسی میتونه 5 برابر 10 برابر دیگری باشه و تو عملا هم بوده هم در اثر این روابط به اینجا رسیده. بنابراین برای تو تنها موضوعی که در ارتباط با انسان ها مطرحه سکسه، یعنی تو هر کی نگاه میکنی مثل آدم میخواد بدون طرف فارسی بلده یا نیست و یه سوال داره، سوال نیست که میشه باشه هم خواب شد یا نه. آقای دکتر بم موضوعی که هست اینه که حالا خارج از این، من با مردها یعنی دوستان همکاران اینا مثلا خیلی وقتا شده دلم میخواد دوست پیدا کنم، خیلی وقتا شده دلم خواسته رابطه ارتباط دوستانه داشته باشم، نمیتونم با مردها
نمیتونم، یعنی همونجور همونقدر که میتونم با خانوما زود رابطه برقرار کنم، دوست بشم، با مردا اصلا نمیتونم، یعنی نمیتونم حرف بزنم اصلا. مثلا خجالت نیست برای که مثلا خجالتی میشی نیست، برای که فکر میکنی چیزی که تو در ذهنت داری اگر از 10 نفر اونا بدونن ای بسا 9 نفرشون واکنش تند بد نشون میدن، بنابراین اون ترس از پاس واکنشه که سبب میشه تو من کنی خودتو بگی خجالت. خجالتی در کار نیست، بحث اون نیست. به هر حال تو به من میگی مریضی حتما، ولی یه ترکیب چندگانه ای از دو قطبی بودن، اختلال شخصیت و یا چیزهای دیگه است با یک به هر حال سیستم به هم ریخته جنسی. بعد آقای دکتر، موضوعی که الان حالا اینا به چه نوع موضوعی که هست اینه که من الان کم کم دارم درگیر قمار میشم، یعنی وقتی قمار میکنم باز همون حس سیکس رو دارم، وقتی مثلا برای که این هم زمانی که ورزش میکنم این هم، یعنی ماجرای دوپامین مغز توی عزیز. ببین عزیز، تو یه مغزی داری که قرار یه قسمت کنترل داشته باشه، ارزیابی داشته باشه، جنبه مثبت و منفی، سود و زیان رو بسنجه، اون تیکه در تو روش نکرد، برابر این سیستم جنسی میاد همه رو پس میزنه میره. درست مثل این که فرض کن تو ببینیم عزیزت، خواهرت، برادرت، نمیدونم پدر مادر توی خونه آتش گرفته هستن، تو خب بی پروا میری برای که اونا رو نجات بدی. یعنی تو در اینجا اوضاع رو ارزیابی نمی کنی که چیکار بکنم یا نکنم. این همون حالتیست که آدم ها تو این شرایط پیدا میکنن، حتی لایه های پایینی مغزشون، مرکز فرمانده. من تو هم لایه پایینی مغز تو سکسه، یعنی اصلا گفتم تو برای همه افراد رو بر اساس رابطه جنسی تعریف میکنی، چه زن و چه مرد، و بعدا اصلا مسئله شدن و نشدن چه. بازم گفتم مثل شکارچیست که آمده وسط بیابون، حالا آهو باشه میزنه، کپ باشه میزنه، نمیدونم کبوتر هم باشه میزنه، دیگه براش فرقی که نمیکنه. درست. و اینا گرفتاری و بیماری تو رو میبره تا یه جایی که یه خطری برای خودت به وجود بیاری و آسیب ببینی. ولی الان خطر رو با ازدواجت نسبت به یه آدم و یه خانواده بیگناه تو این ماجرا به وجود آوردی. بنابراین به نظر من چون نمیتونی، مثلا نمیخوام بهت پیشنهاد کنم، بعد دیدی که گفتم خیلی مطمئن نیستم که از نظر روانی جز اینکه سیستم تو رو بشه از کار انداخت و خاموش کرد بشه خیلی کاری کرد. بنابراین اگر میتونی و فکر میکنی شدنیه، این ازدواج رو بهتره قبل از اینکه کار بالا بگیره تمومش کنی، و برای که اون خانم همسر روزی که متوجه بشه داغون هم میشه و هم میرزه. الان هم میتونم سخت و پیچیده است. ای کاش این تلفن رو یه سال قبل کرده بودی که میگفتم ازدواج نکن. اصلا فکر ازدواج حالا جالبه. من یعنی دو سال که با خانومم در رابطه بودیم همیشه با خودم میگفتم اگه یه موضوع پیش اومد که نشه ادامه بدم، خواهی ادامه نمیدم، چون همیشه هیچ وقت کسی نبود که بتونم طولانی مدت باهاش باشم. ولی خانومم تنها کسی بود که تونستم دو سال باهاش باشم و هر وقتم که دیدمش حالم مثل روز اولم بود، خوشحال بودم. خیلی خب، بنابراین روی بقیه خط بکش، یه راه داره عزیز. ببین من آدمایی که میومدن مثلا با من کار میکردن ترک سیگار بکنن، حرف من این بود که حق ندارید برید جایی که سیگاری هست یا با سیگاری در ارتباط باشید یا اصلا سیگار دور برتون باشه و و و. شما خودتو زندانی کن، تو میتونی بری سر کار بیای خونه، میری کار میای خونه، تموم شد. هیچ جا نمیری که ممکنه کسی باشه یا بتونی کاری بکنی. آدم وقتی خودشو محدود کرد که میتونی کنترل کنی. چون واقعا خانم هم خیلی خوبه آقای دکتر. من کاری با اون ندارم، من میدونم اون خیلی خوبه و تو خیلی بدی، اشکال کار اینه. بله. بنابراین از خونه نرو بیرون، تو میره سر کار تو برمیگردی، تموم شد. خواهم مشکل هم اینه که من خونه هم نمیرم بیرون، فقط میرم سر کار میرم خونه، ولی این با گوشی هی منحرف میشم، هی میرم با گوشی. بنابراین گوشیتون رو هم بذارید کنار که منحرف نشه. نگار گوشی خودش میاد میچسبه به گوش تو یا میاد جلو چشم تو. حالا اگر نتونی خودتو اداره و کنترل کنی، دیر یا زود با این سرعتی که تو میری پرت میشی میمیری. یعنی به طور مشخص راه حل شما اینه که من سرکوب کنم دیگه اینو.
راه حلش اولش اینه که شما خودتو ببندی که نتونی این کارو بکنی، و دومش این است که بری پلوی یه روان پزشک با یه مقدار دارو بتونه سیستم تو رو خاموش کنه. تا زمانی که تو هوشیار و بیدار باشی درد سر درست میکنی، مثل آدمی است که ولش کنی مسته میشینه پشت فرمون خودش و دیگران رو به کشتن میده. بهترین کار اینه که حالا که مسته نگذاریم سوار اتومبیل بشه و اتومبیلی در کار نباشه که نتونه خودش و دیگران رو بکشه، چون تو رو فقط میشه از طریق منعت و یا به جلوگیری ازت کاری کرد. ولی این سیستم رو اگر ولش کنی که انتخاب کنی، آخه اصلا معلومه سیستم چگونه کار میکنه. سیستم درست مثل این که به خودش اجازه میده. گفتم تو کاملا اگر بخوای خودتو بفهمی، یه شکارچی که دلش شکاره و با شکارت اون دگرگونی های مغزی که یه لذت فوق العاده هست رو براش به وجود میاره. و تو انسان رو دقیقاً و معلوم همین که میگردنم به سمت قمار رفتی، برای که اونم همین کارو میکنه. بله. برای که با یه عامل احتمال همراه و تغییراتش هم عین هم. به هر حال حرف رو من زدم. یه روانپزشک مرد، ببین کی هست، هر جا که هستی برو پروش ببین، شاید از طریق دارو بتونه سیستم تو رو به مقدار زیادی خاموش کنه و در نتیجه با این خاموشی بتونی بعداً برای چه کاری بکنی. ولی مشکله آیدوکتو، من فقط یه سوال آخرم بپرسم، بعدش دیگه بیشتر وقتتون نمیگم. آیدوکتو من یک مقدار پول دارم و میترسم اینو خرابش کنم. به نظر شما بهترین کار این است که یک دونه اگه میتونی باهاش یه خونه بخری و اختیارت رو بدی به دست کسی که کاملا بهش اعتماد اطمینان داری که مالکیت رو برای تو حفظ میکنه، یا تو حتی به اسم خودت هم میتونی بخری. ولی یه چیز باید ببین عزیز، تو قرار نیست چی دم دستت باشه. تو قرار نیست به تفنگ بدن بیارن وسط بیابون که پرنده‌ها تو هوا، اون موقع هیچ کس نمیتونه جلو داره تو بشه. یا تفنگ تو باید گرفت یا تو بیابون تو رو نهیب. برای الان هم که پول داری، بهترین کار این است که حتی میتونی توی بانک بگذاری با یه بهره‌ای، ولی به گونه‌ای که نتونی بهش دست بزنی، چون برخی از اوقات شما میتونی یه سپرده بذاری برای یه سال سه سال بذار اونجا باشه. درست. آیا تو راجع به خانواده‌ام نمیتونم سوال کنم؟ وقت نیست. نه دیگه به اندازه کافی هم وقت گرفتی، هم پرت و پلا گفتی به اندازه کافی، مختصر اعتباری هم که داشتی از بین رفته. به هر حال دکتر روانپزشک یادت داره. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. آقای دکتر من سریع یه معرفی میکنم خودمو. من هلوش 51 سالمه، خانومم هلوش 47 سالشه، هلوش 10 ساله اومدیم امریکا، دو تا پسر داریم، پسر بزرگم 21 سالشه، پسر کوچیکم 14 سالشه. عرض کنم من میخواستم راجع به مشکلاتی که بچه هم دارن میخواستم با اتون صحبت کنم. من خوشحال میشم. فقط بگم من 10-12 دقیقه وقت دارم، خواستم اونو بدونید متاسفانه آخر برنامه. عرض کنم خدمتون من پسر بزرگم از بچگی یه استعداد خاصی داشت، یعنی اینکه هوشش خیلی خوب بود، حتی شما با موبایل شماره گیری میکردید بدون اینکه ببینه، فقط میشنید و شماره ها رو براتون دقیق میگفت. بعد عرض کنم خدمتون به مرور تو درساش خیلی عالی بود، بعد از اینکه هم اومدیم امریکا خیلی عالی درساش رو پشت سر گذاشت و یکی از دانشگاه های خوب امریکا قبول شد. الان هم سال آخر رشته مهندسی کامپیوتره. فقط مشکلاتی که داره، یکی این که متاسفانه نمیتونه رابطه با دختر رو برقرار کنه، یا اگرم برقرار میکنه از طرف دختر رو به هم میخوره زود، خیلی زود. برای همین یکم دپرشن گرفته. نه سب کنی. رابطهش با در دوره دبستان دبیرستان چقدر دوست داشت؟
دوستای پسر و با اونا بود؟ خیلی دوستاش در واقع زیاد بود، مشکلی نداشت از ارتباط با دوستاش. چقدر درگیر اما... ورزش؟ نه آخه ببینید شما یه علائم نشون میدید که چیزی هم میتونه باشه. صبر کنید، چقدر درگیر ورزش و فعالیت‌های ورزشی بود یا هست؟ اون موقع تو های اسکول خیلی میرفت فوتبال آمریکایی بازی میکرد، اما زیاد استعداد نداشت. خیلی دوست داشت با دوستای امریکایی ارتباط برقرار کنه، برای همین شاید هم یه مقدار بولی میشد از طرف اونا، اما باز ادامه میداد و مدام میرفت به اونا میچسبید و ارتباط برقرار میکرد. عرض کنم خدمتون، همین هم باعث شده که توی دانشگاه که وارد شد با دوستایی که داشت کلوپا میرفت و آخر هفته ها مدام مشروب استفاده میکرد و یه مدت هم ماری جوانا استفاده کرد. حتی یکی دو بار من که شب ساعت یک دو شب باهاش تماس گرفتم، حال بدی داشت، من مجبور شدم برم بیارمش. بعد بین راه اصلا تو حال خودش نبود و هزیون میگفت، اینا میخواستن منو ببرن، اینا میخواستن. من متوجه میشدم که اینا تمام هزیونه و اثرات مشروبه داره میگه. و عرض کنم خدمتون و همین ماریو جوانا هم که استفاده کرد. خب بذارید، چون وقت کمی هستم، ببین این گزارش ها کمک میکنه به من. ایوه به من بفرمایید اگر دکتر رفته تشخیص دکتر چیه؟ دکتر خودش با مشاور امریکایی صحبت کردن، اما توضیحات درستی راجع به علائم و بیماریش فقط بیشتر راجع به اینکه ارتباط با دخترها چطور برقرار کنه. یعنی چی آخه؟ یعنی چی آخه؟ مسخره است عزیز. شما به عنوان پدر و مادر نشستی، چون درباره بچه حرف میزنید که معلوم نیست سیستم عصبیش کجاش عیب و ایرادی داره یا حتی از یه امتیازاتی برخورد. دوم الان علائمی نشون میده و به ویژه استفاده از مشروب و مواد مخدر و یا آنچه که شما میفرمایید که مثلا هزیان میگه. خب اینجا ما با بیمار روبرو هستیم. مسئله تشخیص 99% مسئله شما تشخیصه. شما روش تشخیصی نداری، برای گزارش این گونه که از به جایی نمیرسه. چقدر فکر کنید آمادگی داره و شما میتونید کاری کنید که روانشناس یا روانپزشک رو، شما روانپزشک رو ببینه. ما باهاش که صحبت کردیم، به اجبار نمیتونیم، در واقع خودتون فرمایش کردید با اجبار نمیشه. نه متوجه منم میپرسم چقدر میشه راضیش کرد که بره دکتر؟ اما آدم منطقی هست تا حدودی. من باهاش که صحبت کردم، مثلا راجع به همین ماری جوانا اینا که صحبت کردیم و برونشیت مزمن گرفته، به من گفت الان من یک ماه دیگه استفاده نمی کنم. بعد من گفتم برای مشکلات لازمه با مشاور صحبت کنیم. گفت باشه، وقت که کردم با هم میریم یا میریم صحبت میکنیم. برای همین من گفتم قبلش با شما صحبت کنم. شما با طول مسیر حرکت کنید عزیز. ببینید شما و همسرتون باید دهها مانور بکنید، شرایطی فراهم کنید که این حاضر باشه یه کسی ببیندش. اگه حتی میامد روی خط من یا روی خط فرید میرفت، ظرف حتی یه قسمت یا دو قسمت 15 دقیقه میشد فهمید که مشکل چیه. چون شما نمیدونید چی عزیز، و تا زمانی که ندونید مسئله و مشکل چیه، این اطلاعات نه به درد خودتون میخوره نه به درد کس دیگه. حالا چه چیزایی میتونید دیگه به من بگید؟ چقدر زمینه بیماری تو خانواده پدری و مادری هست؟ نمیخوام جزئیات. بله، زمینه افسردگی. من خودم یه مدت که اومدم امریکا افسرده بودم، تحت نظر پزشک بودم، اولانزاپین استفاده میکردم، یک کم هم توهم داشتم، بعد برطرف شد کامل. الان مدت 8 ماهه که داروهام استفاده نمی کنم، خیلی هم نرمال و خوب دارم زندگیمو می کنم و افسردگیم هم کامل برطرف شده. من خصوص خانواده خودم برای حالا وارد جزئیات نمی خوام بشم، همینقدر که بگید بیماری خاصی بوده یا نه. برگردیم سراغ پسر. من همینو بگم خدمتون، در خصوص خانواده خودم
یک کم برادران تمایل به صورت تفننی، سه تا از برادران تمایل به مصرف تریاک داشتن و از طرف خانومم برادر و خواهرش تیک های عصبی داشتن و خواهر کوچکترشون شدیداً تنده و خیلی عصبیه و اوکی. من متوجه شدم عزیز، شما با مشکل روبروید، فرزند شما بیماری داره، اینو با احتمال بیش از 95% و اون باید تشخیص داده بشه تا بشه الان جلوشو گرفت، حالا کار دستتون میده. حالا توهماتش چی بود؟ یعنی چی میگفت؟ فقط توهماتش آقای دکتر زمانی بود که مشروب مصرف کرده بود، میگفت که این عوضیات میان منو میخوان بگیرن، فقط در این حد. یعنی حالتهای پارانوید بوده. اوکی. آره. خب اونا آره. اونا علائم خوبی نیست عزیز. تو خانواده اسکیزوفرنی که نداشتی؟ داشتی؟ نه اسکیزوفرنی نداشتم. یا من نمیدونم. برحال یعنی بپرسید اگر کسی حالت غیرعادی داشته تو فامیل درجه یک و دوی شما و همسرتون. موضوع پسرتون ارزیابی میخواد عزیز. این اصلا هر کسی هر کاری بخواد بکنه، حرفی بزنه، یکه در مقابل 99 که تشخیصه، یه دیاگنوز میخواید و اینو باید از یه راه مثلا حالا که به شما گفته باشه، حتی به صورتی که بیا مثلا من تو حتی مادر هم بیا توی بریم ببینیم اصلا چه خبره. تو نه اینکه کار روان درمان نیست، نه اینکه تو بیماری، نه اینکه چی، یه خبری تو خانواده ما هست، یه یا شما باش برید، چون احتمال داره یه جلسه بره بعد دیگه نره. الان خانومم میگه که روان پزشک یه بر دو سه جلسه که رفته بهش سیتولوپرام دادن برای افسردگیش در واقع. خب آره خب البته میدونید افسردگی و حالت شدیدش حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه، یعنی ایلوژن دیلوژن حتی هالوسینیشن، ولی نمیشه فقط به افسردگی بسنده کرد. تازه باید افسردگی داره و کنترل بشه یا معالجه بشه. خب احتماله. ببینید شما حرفایی که در خصوص توانایی هاش گفتی تا منو برد در آغاز به یه مقدار بیماری های دیگه، برانم یه کمی نگران اونا هستم و به همین جاست که باز ولی یه بار دیگه توصیه میکنم، اصلا شما هدفی غیر است اینکه یه دو سه ساعتی اقلا با یه روان پزشک خوب در ارتباط باشه و تشخیص بخواید. اینکه دارو داده رو متوجه هستم، به دارو هم میشه نگاه کرد، ولی احتمالات دیگرش چیه؟ بنابراین باید مواظبش باشید عزیز. همطوری خودتون گفتید مشروب و مواد مخدر به همش میرسه. مواردی که فرمایش کردید، بیماریایی که فکر میکنید، نه من کمی نگران حالتهای سایکاتیکه، نگران آخه ایلوژن ها تو این سن و سال نگران کننده است عزیز. افسردگی که به اینجا برسه، بعد آدم افسرده ای که مشروب و مواد مخدر مصرف کنه، بعد اون میری بالا ماده مخدر، اینا میتونه سیستم رو بشکنه چون توانایی مقاومت رو نداره عزیز. لطفا هر چه زودتر تو اون مسیر بیام. متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر اطلاعات بیشتری گرفتید، خواستید نظر منو بدونید و یا تشخیص اگر بود میتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم، یا اگر اطلاعاتی درباره خانواده گرفتید. متاسفانه ناچار من با رادیو رو یا برنامه رو تحویل بدم، ولی لطفا این کار رو بکنید. بسیار سپاسگزارم. من بعدا مجدد با تون تماس